چطورین؟ به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز توی این ویدیو چه خبره؟ من میگه اگر که بخوام یه پیش انتخاب کنم تارت انتخاب میکنم چون خط کمتری میدونم. میگم که برام پروژه لب کیم کارداشیانی بزنید ولی آخرش خیلی شبیهش نبیدم. پایان کار انشالله. هممون راهی بیمارستان شدیم. امروز من دوباره عکاسی دارم و از اونجایی که هر عکاسی ماجراجویی جدیده، لباسای جدید، لوکیشن جدید، احساس کردم که خب بد نباشه که هر دفعه یه ویدیو بگیرم. هم از همه این تلاشام یه ویدیو باقی میمونه، همین که ممکنه برای شما هم جالب باشه. امروز عکاسی طلا دارم و یه چیزی که برام جالب بود، الان تو اینستاگرام داشتم استوری میذاشتم، احساس کردم که خیلی ها نمیدونن، این که من تمام کارهای هماهنگی این عکاسی ها رو خودم انجام میدم. یعنی اینطوریه که من از زمان انتخاب کارهایی که میخواد بیاد شروع میکنم به گشتن برای لباس توی سایت های مختلف، بسته به لوکیشن یه لباس مناسب پیدا میکنم و حتی ارسال این چیزا از ایران به اینجا خیلی ها هستن، خب خودشون نمیتونن بیارن، قصد سفر ندارن به ترکیه، من یه کارگاه خیلی مطمئن دارم. اینطوری بود که آقا مشتبه این کارو میکنه، اول کارش این بود که کار باربری و کارگو برای آنلاین شاپ ها رو انجام میداد، یعنی از اینجا جنس میفرستاد ایران. ما گفتیم، یه بار من بهش گفتم آقا مشتبه شما میتونین از ایرانم برای من چیزی بیارین، چون فکر کنم مثلا من 4 سال پیش که اومدم اینجا خب اینقدر مسافر نمی اومد که هی به اینو اون بگی، بعد هر کی می اومد خودش کلی بار داشت، مثلا حتما اینجا کسی رو داشتن که براش چیزی بیارن. و از اونجا شروع شد که آقا مشتبه خیلی سریع و خفن این کارو برای من انجام داد، همین راحتی به همین خوشمزگی شده. مثلا زیر 24 ساعت من یه چیز، یه لباسی برای عکاسی نیاز داشتم، از ایران انتخاب کردم، از پیجا توی ایران، و آقا مشتبه برام آورده در خونه. خلاصه اینم از داستان ارسال و بعد میرسه به لوکیشن. واقعا پیدا کردن لوکیشن اصلا کار آسونی نیست، چون اینجا خب خیلی جاها نمیذارن که شما دوربین حرفه‌ای بیارید، مثلا بخوای تو خیابون سخته، من هی لباس عوض میکنم، بعد یه موقع های طلاه، طلا مثلا خب سیفتیش خیلی مهمه دیگه، مسئولیتش با منه که اینا رو تحویل بگیرم و همون جوری با همون تعداد تحویل بدم. من دفعه پیش که دیدین من رفتم هتل رافلز، این اصلا پروسه خیلی آسونی نبود، یعنی من مکاتبه میکنم با این هتل ها که اصلا مکاتبهش مثل دبی نیست. دبی اینطوریه که از 10 تا جایی که ایمیل میزنی حداقل 4-5 تا جا جواب میدن، یا نه اینجا همه چی با آشنابازی جلو میره، باید یه آشنای پرنفوذ داشته باشی این وسط که با اون تیم تبلیغاتی هتل آشنا باشه و سفارش تو رو بکنه، وگرنه که تیم تبلیغاتی تمام برندها، هتل‌ها، همه چی اینجا، فقط اونایی که خودشون دوست دارن، بیشترم ترکا. امروز دیگه گفتم هتل خیلی تکراری، بریم روی یات عکاسی کنیم، برای همینم اینجوری موامو بستم چون روی یات باد میاد و مو زود خراب میشه، و از اون برم عکاسی طلاه، برای همین گفتم موام تو دست و پا نباشه که چیزا مشخص نباشه. بریم که الان میکاپ آرتیست میاد خونه خودم، یه سری عکس‌ها رو اول میگیریم، بعدم میریم روی یات. سلام، این قسمت ولاگمون. این بوی اسپری مک برای من یادآور روزای مدلینگ، روزایی که مثلا مدل عروس می‌شدم، 4 صبح می‌رفتم، بعد اولش که اینو می‌زد احساس کردم تازه بیدار شدم. هر وقت این میاد، این بوی این میاد، منو برمی‌گردونه به 7 سال پیش. خب اول بگو که چه کرم پودرایی برای من استفاده کردی، چون چند تا چیزو با هم میکس کرد. نارس بارسلونا، آره این استیلادر همونه که من دارم صد بار تو اینستا گفتم 4-in-1 شل بیج، ولی من یه مشکلی که داشتم این خیلی پوست منو کدر میکرد، یعنی اصلا احساس کردم کلام تو خاکستر آتیش. حالا زهرا داره میگه که اینو باید مثلا، چون
خونسا رنگش باید مثلا با یه زردی نخودی قاطی کنی. دیورم که دیور بکستجه، این ستا رو با هم قاطی کرد، کمم زد. این مورد مهمیه. خب برای کانسیلرم این دوتا رو با هم قاطی کرد. من خودم قبلا تو فیس داشتم، الان تارت گرفتم، بعد این گفتم با تو فیس چقدر بهتره، ولی زهرا با هم قاطی میکنه این دوتا رو. تو فیس شماره نکترال بیج تو فیس داشته، اینم که 125 فیر تارته و میگه اگر که بخوام یکیشو انتخاب کنم تارت رو انتخاب میکنم چون خط کمتری میندازم. چقدر رنگش متناسب شده. ببینم براشت رو این براشش برای کانسیلر خیلی خوبه. میگه که با بیوتی زیاد میزنید شماها مثل من، آدمای مثل من همه چیزا، حالا چه کرم پود چه کانسیلر، بعد با بیوتی بلندر همه رو بر میدارید، خب این اسراف میشه. ولی این براش هایی که برای کانسیلر به نظرم خیلی هم قشنگتر فید میکنه. ببین چقدر یه دست و قشنگ باشه که بهتر ضربه ای بزنید. این براشش هم خیلی خفنه، مکه برای کرم پودر 179. اون چی؟ این براش کانسیلر شمایی 180. هی من میگم به جاهای قشنگش داریم میرسیم، هی زهرا یه کار دیگه میکنه خیلی قشنگ تر میشه، هی یه چیزی میزنه، هی میکاپ رو میاد. ببینم حالا که دارم که بیده ندرش کن بیزه سلام سلام معرفی میکنم بازیگه نشده وحید همسر سعادت زن. اصلا تو معارفه خوبی سمون که یا بگم وحید زن سعادت من نمیدونم خود دیدم مشکل نکنم. نمیدونی تو بالا هیچه سعادت این که مثلا یه دست میبرم جانشینی تو فقط با خودم دست میبرم. میبینم که وحید جون میخوای بری بیکینی بپوشی بشینی جلوی یاد دستاتو باز کنی جست تایتانیک بگیری. اون یا تو فرق اون نیست، این نه اون محمده. آقا من هی هر دفعه به همه میکاپ آرتیستا میگم که برام روژلب کیم کارداشیانی بزنید، ولی آخرش خیلی شبیهش نمیشه، ولی زهرا تونست میشن دان با گلدن روز. شاید باورتون نشه، با گلدن روز و پاستل، مارک پاستل، خط لب پاستل، شماره میکاپ آرتیستا خط لب خوباشون داغون ترین خط لبشونه. شماره 214 این گلدن روزم، شماره نود نود یک صفر یک جاست نود، فقط همین روزا. البته که یه جوری میزنه قشنگ هم میزنه. اصلا هنرشو ببینه خودش بیانی برمی عذیت بودی همه تا. خب اینا شخصیمون همیشه به علی میگفتم که کاش که بریم یه بار یات سواری. من یه بار اومده بودم، تولد یکی از دوستان بود 3 سال پیش، بعد شب گرفته بود یاتو. ببین چشتون روز بعد نبینه، هممون راهی بیمارستان شدیم، انقدر این تکون میخورد. بعد فکر کن جلو چشتم سیاه، هیچیو نمیدیدی، 10 تا دختر و به تعداد هر دختر یه شیشه مشروب. خلاصه اون باری که ما یاد سوار شدیم اینطوری حالمون بد شد و راهی بیمارستان شد. سعادت جونم اون روز که سوار شده کجایی؟ سعادت هم کلن مثل اینکه حالش بد میشه، حالا یه دونه قرص خورده، امیدواریم که این دفعه قرص ماشین. قرص یاد نداشتی؟ اصلا به من و سعادت پولداری نمی سازه، همین جا باید یه زیرانداز بندازه.
اون نرسیدم من. ما اینجا در رفت. علی کدومه؟ علکی نگو. شبیه عکساش نیست که. شبیه عکساشه؟ یا علی یا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشالله که سعادت حالش بد نمیشه. خوش بود. دیگه میگه علی یه چیز دیگه جوابش بده. اینا رو بگو سریع بردار از این. استاد یا خاصی هر هفته هم تو یاد. آره حالا هر کی دلش یاد میخواد گیرش نمیاد. نه سعادت به خودت بگیم. های سوار شدیم. اونقدی هم که فکر کردیم بد نیست. نه زشت هم نیست بچه ها یادش. من تا حالا تو بسفور یعنی توی روز سوار یاد نشده بودم. خیلی قشنگی. وای عکاسی تعطیل بچه ها خوش بگذرونیم. وای بچه ها من تا حالا تو روز ندیده بودم از یاد از این کشتی مسافری ها دیده بودم. چه خوشگلی. یه دقیقه اومدیم خودتو ببینیم ها. همش طرفایی یه جای پایستانیم از وجود و تکون تکون داشتیم خفه میشد. یکی برام نوشت اصلا هم ولاگت خوب نبود. چی بود به سعادت گیر میدادی؟ چرا نشستی؟ چرا پاشدی؟ چرا نمیخوندی؟ یه اصلی بود خیلی درم داره تو بود. تو به سعادت فقط مهربونه. برگردید ببینم گازشو بگیر من داز بده. خب تا اینجای کار پوکیدیم از خستگی از گشنگی ولی عکس ها و فیلم همون خیلی خوب شد. رفتم تو دیوار و اینکه خدا رو شکر هنوز حالمون بد نشده ولی این قبول نبود ها سعاده. یه بار دیگه بیام عشقه ها ولی نه منم خوشم نمیاد از عشقه حال تو یاد چیه همه شیمه کارفرما نمیذاره بشینیم. یعنی فکر کن اولش راحت نبود. عکاسی طلا جواهر رو زمین، رو زمین صاف سخته. این که نور اصلا عکاسی طلا جواهر کار هر کسی نیست چون باید واقعا فوکوسو بندازی روی طلا. خدا ولی بهمون رحم کرد حالمون بد نشد. حالت بد نشد سعادت؟ نه خدا شکر. ولی خسته شدیم قشنگ. یعنی کار آسونی نبود. پروژه هم که خواستی هست همه هست خواستم که تو باشی پکیج عالی.